رئیس کمیته دولت امنیت ملی سیمومین یتیموف. این شخصیتی در تاریخ ملت تاجیک به سابقه اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می باشد. تأمین صلح و ثبات و رشد نموی مناطق گوناگون کشور با آسانی به دست نآمد. آن نتیجه زحمت های شبانه روزی و جانفدایی اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می باشد. این شخصیتی در تاریخ ملت تاجیک به سابقه محض توسط مهنت، زحمت، جانفدایی ها، از خود گذشتن ها، قهرمانی ها با ملت صلح آورد. کشوری در آتش سوزان خاکستر شده و نامدگشته را از نامدی ها رهانید. رشد آن را تأمین کرد. به این مملکت سرسبزی بخشید. تجربه حیاتی یک نفر از میلیون ها مردم تاجیک، صفات او همچون رهبر سیاسی، مسئولیت بزرگ شرفندی یک فرد در نزد خلق دولت بر اعلی نشان داد که توانایی ننگ و ناموس و جانفدای او چه قدرت و قوت دارد. فرزند انسان به چگونه قهرمانی ها قادر است. از روزی که سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت به ولایت بدخشان برگزار گشت یک ماه سپری شد. این را میگن چاپلوسی. کسایی که نمیدونن چاپلوس چی های یا چاپلوس کی را میگن، این را میگن چاپلوسی یا که لگنبرداری یا که خودشیرین کنی. یک مدت زیادتر این خطی زیادتر میفهمن خودشیرین کنی. رئیس کمیته دولت امنیت ملی سیمومین یتیموف، همین نفری که شما آوازش شنیدین صورتش هم هست در اونجا، شخصی عادی نیست، یک نفری کلیدی است در بسیاری دولت ها. همین هم شاید بتونه که در تاجیکستان کمتر فرق میکنه، ایش به ایش زیده، وکیده به امنیت زیده، با مدافع وزارت مدافع به هر دیو زیده. در دیگر کشورها امنیت میتونه که تبادلات بکنه، نه رحمانه امومالی را چپه کنه، امنیت میتونه، قدرت داره. اما نگاه کنین یک رئیس کمیته امنیت خیسته لگنبرداری داره، امومالی را لگنبرداری خوکزنی داره. ولی بعضی دیگر بسیار تعریف میکنین گویا که گرین یادمی ظالمه و بسیار خطرناکه، ایتا میکنه و تا میکنه هیچ کنه میکنه. این نفره که در پشتون شنیدین آواز شد چخه خوکزنی میکنه. ای بای یتیم ای بابا جون، تو یک مردکی کالونی با اکادمیکی، ولی با ایش اونو جکی عبرت گرفته یا که چی گرفته رقابت کردستان. او با یک کتاب نوشته درباره فضیلت های پیشرو، جکی را نمیدونن که با فکرم بسیار، وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم، جنرال پاکونی او را ما جکی میگم، برای بامو جکیو موننده بامو موننده نیست، برای ما خیلیش میگم. او با یک کتاب نوشته فضیلت های پیشوا. اگه شما تصور کنید، من یک مثال میارم، گاو یک حیوان فضیلت داره. فضیلت گفته فایده هاش، خوبی هاش. مثال گاو، گاو فضیلتش چیه؟ مثال شیرش میخری، فایده داره، ولی فضیلت بگن گاو چی که بیان که گپ زن میگوی گاو پوست چه لباس های یا که چی میکنی کفش میشه استفاده کرده های پوستش، ای گوشتش خورده میشه و ای شیرش استفاده کرده میشه و خورده میشه. این میشه فضیلت های گو. او فضیلت های پیشوا نوشته. چی فضیلت داره؟ ما کتاب نخوندم راستی، اما هم خیلی کتاب نوشته بود. اوش با وزیر کارهای داخلی هم میگون که وکیده به امنیت، امنیت به دیگریش زیده، اگرنه یا میتونن تبادلات کن یا دا عیب میشه و زپدلا باید باشد که چاپلوسی کنن، یا دا باید زپدلا باشد. یعنی اگه دیگرش در چاپلوسی رو میگذارن. همین یک نفر را من چاپلوسی را رو سی ندیدم، تعریفش هم نمیکنم، حرمتش هم نمیکنم.
قاهی رسول داده سروزیر این مملکت ای را قریب یک ساله با پیگیری دارم بچوره را محترمش نمیگن همون نفر محترم نمیگن یک ستوی که بیزه باید گرفته میکنم میکنم ایرم نکنه تمام الان یک بگیم که صفت مردی داره که چاپلوسی نمیکنه انسانی صفت انسانی چاپلوس آدم نیست در قطار آدم نیست چاپلوس چاپلوسی بسیار صفت بگیم که یک حیوان هایده حیوان همی چاپلوسی را کنه میتونه خیلی برای شغال شغال چاپلوسی کنه میتونه ملتی که ماوگلی را دیدگی هستین در پهلوی پلنگ یک تا شغال های ماوگلی میگه چه خیلی با شمال بریم ها ما با شمال میرویم شمال شمال میرویم برای همی ارزنده شخص کلیدی های نیست که چاپلوسی کنه اصلا انسان نباید چاپلوس باشه انا می وزیر شما ببینید در رسانه ها نامش اما خیلی میگن عادی میگذارن گویا یک شخصی عادی احترامش نمیکنه رژیم محترم چی بنا میگینش ای بای برای شما ای بای برای ما فرق نیست شما باید بگینش که محترم سروزیر مملکت شخصی عادی نیست چی باش سروزیرش نمیگین زپدلو میدونین که حرمتش کنه و این ای وکیده را وزیر داخله را یتیم فا دیگر وزیرها را شما حرمت کنین آدمای خودتون های ما حرمت شما نمیکنم برای ما حرمت نکنین محترم شون بگین در پیش شما قدر ندارم اما چون هم عقل نخو نداشته باشن که همیون را هیچ که حساب نمیکنن دن نفر احترام داره در تاجیکستان یکی پیشوا یکی پسوا وقتی شهرداری میشه سر از در حال محترم میگن یا که نوع پدرش چی باید را احترام نمیکنی؟ احترام شون کنه یک نفر یک مسئولیت داره در پهلوتون گنده خوبه هسته احترام شون کنه.